برای دوخت گل توپر یه دایره رسم بکنین و یه دایره کوچیک‌تر داخلش بکشین و اون رو به 5 قسمت تقسیم بکنین و طرح گل رو بکشید. از یه قسمت روی دایره کوچیک‌تر سوزنتون رو بیارین بیرون. قبل از اینکه دوختتون رو شروع بکنین میتونین جهت‌ها رو روی گل برگ‌ها بکشید تا دوخت راحت‌تری داشته باشید. از وسط یه خط به سمت مرکز میکشیم و دو تا خط اوریب هم سمت راست و چپش میکشیم و از اینجا سوزن رو میبریم داخل. برای مرحله بعد دوباره روی خط دایره کوچیکتر چسبیده به دوخت قبلی سوزنتون رو بیارین بیرون. و تو قسمت بالای گلبرگ چسبیده به دوخت قبلی سوزن رو ببرین داخل. برای اینکه جهت گلبرگمون رو حفظ بکنیم گاهی لازمه دوختهای کوتاه و بلند بزنیم، به خاطر اینکه قسمت پایین گلبرگمون روی دایره کوچکتر فضای کمتری داره تا نسبت به قسمت بالای گلبرگ. بر همین توی قسمت پایین ما باید فشرده تر دوختمون رو انجام بدیم یا از دوختهای کوتاه تر استفاده بکنیم. به این حالت از وسط دوخت قبلیمون و چسبیده بهش سوزن رو میاریم بیرون و روی لبه گلبرگ روی خط سوزن رو میبریم داخل. برای مرحله بعد باید سوزن رو از این قسمت چسبیده به دوخت قبلی بیرون بیاریم و روی لبه گلبرگ اینجا سوزن رو ببریم داخل تا دوخت کوتاهی که توی مرحله قبل زدیم با استفاده از این دوخت بلند پوشیده بشه. همین کار رو مجدد تکرار میکنیم. دوباره یه دوخت کوتاه میزنیم و یه دوخت بلند بعد از اون میزنیم تا دوخت کوتاه کامل پوشیده بشه. انگار که تمام دوخت‌ها به صورت بلند انجام شده. به همین ترتیب ادامه بدید. دوخت گل توپر کوتاه و بلند به این شکل با نخ شیشلا انجام میشه که فقط توی گلدوزی های فانتزی انجام میشه. توی ابریشم دوزی ما با نخ یکلا انجام میدیم. هر گل به صورت مجزا تکنیک خاص خودش رو داره. پس فقط توی گلدوزی های فانتزی از این سبک استفاده بکنید.
ادامه برای زیباتر شدن گلمون از یه رنگ تیره تر استفاده میکنیم و یه سری خطوط وسط گلبرگامون میدوزیم. یه دونه کوتاه میدوزیم. قسمت وسط رو یه دونه بلندتر به این حالت. از پایین سوزنمون رو میاریم بیرون و داخل گلبرگ میبریم داخل و کنارش دوباره یه دونه کوتاه‌تر میدوزیم. دقت کنید که حتما هم جهت با گلبرگاتون باشه. در نهایت برای تکمیل شدن گل، وسط گل رو با گره فرانسوی پر کنید.